نخستین جلسه کاری بین المللی زنان، اطلاعات و روابط از طریق تکنولوژی و پیشرفت در انستیتوت مطالعات بین المللی در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه ایالات متحده به همکاری شرکت انتل و بنیاد زنان سازمان ملل متحد گزارشی را به نشر رسانید که طبق آن در نظر دارد که تا سه سال آینده صدها میلیون زن به اینترنت دسترسی داشته باشد. شرح بیشتر از جیلان ناصری. شرکت انتل گزارش زنان و شبکه اینترنت را به نشر رسانید که در آن اطلاعات مثق تفاوت بزرگ جنسی در دسترسی به اینترنت در کشورهای رو به انکشاف داده شده است. گزارش منفعت اقتصادی و اجتماعی استفاده از اینترنت را برای زنان بررسی نموده و دستیابی زنان به اینترنت را پیشنهاد نموده است. میلان ورور، نماینده رژه مور اوباما در امور زنان در وزارت خارجه ایالات متحده، یکی از نویسندگان این گزارش است. وسیله تکنولوژی موبایل و یک تلفن همراه می تواند در زمینه انکشاف مفید واقع گردد. زنان را دیدم که به سطح ابتدایی تجارت می کردند، ولی با کمک تکنولوژی ساده به فعالیت های اقتصادی می پرداختند. حتی زنان کم سواد برای دیدن وضع آب و هوا که تاثیر مستقیم به حاصلات روز آنها دارد به موبایل مراجعه می کردند. گزارش نشان می‌دهد که 35% زنان در جنوب آسیا برای به دست آوردن معلومات به اینترنت دسترسی دارند. حد اوسط 23% زنان کمتر در مقایسه با مردان در کشورهای روبه انکشاف به جهان آنلاین بلدیت دارند. ما از طریق استفاده اطلاعات و روابط و تکنولوژی دیدیم که زنان از مسائل سیاسی آگاه می شوند. آنها به اخبار و معلومات دسترسی پیدا می کنند و روز به روز در جنبش های سیاسی حکومت سهم می گیرند. در سایر کشورهای در حال انکشاف، مسئله فرق جنسی به دلیل همچون قیودات فرهنگی به میان آمده است. دو نکته مهم که می تواند بیشتر در دسترسی زنان به شبکه جهانی کمک کند، در اختیار قرار گرفتن اینترنت و بهای مناسب آن برای آنهاست. تکنولوژی بسیار مهم است. این وسیله است که زنان و دختران را قدرتمند می سازد و در مکاتب برای دختران و پسران دسترسی به اینترنت در نظر گرفته شود. بسیار مهم است که در شروع مکاتب برای دختران و پسران دسترسی به شبکه جهانی اینترنت داده شود. بیشتر از 70% از زنانی که از اینترنت استفاده می نمایند این روش را آزادی می پندارند و 85% به آزادی های بیشتر دست یافتند. در افغانستان قرار گفته مشاورین اداره انکشافی ایالات متحده حدود 90% افغان ها در ساحه پوشش موبایل زندگی می کنند و بیشتر از 65% آنها تلفن همراه دارند. There are concerns about a gender gap and the idea that Afghan men are. نگرانی های وجود دارد که تفاوت موجود است که مردان افغان بیشتر به تکنولوژی موبایل دسترسی دارند. ما در تحقیق اخیر خیش به نتایج امیدوارکننده دریافتیم که نشان می دهد 80% زنان افغان حداقل به تلفن مشترک یا فامیلی دسترسی دارند و رقم آنها در شهرهای بزرگ بیشتر است. عقیده بر آن بوده که کافه های اینترنتی آسانترین راه برای دسترسی زنان به شبکه جهانی اینترنت است. اما یک راه غیر عملی برای آن عده زنان است که مردان به دلایل مذهبی و فرهنگی مانع رفتن آنها به خارج از منزل می شوند. یک مشاور بانک جهانی راه های دیگری را پیشنهاد می کند. بسیار مهم است که برای مبارزات با مشکلات حاضر کار نماییم، توان پرداخت و دسترسی را بیشتر بسازیم، آشنایی با اینترنت را از طریق مکاتب و سیاست‌های عمومی برای قدرتمندسازی زنان و دختران باید افزایش دهیم. در گزارش تبلیغات جهانی توصیه گردیده است تا جهت وسعت بخشیدن کلمه اینترنت و اینکه برای زنان باید گفته شود تا چطور با تکنولوژی دسترسی پیدا کنند تا زندگی خیش را بهتر بسازند. همچنان پیشنهاد شده است تا رقم زنان و دخترانی که به اینترنت در کشورهای در حال انکشاف دسترسی می‌یابند باید از رقم 600 میلیون امروزی به 1.2 میلیارد زن الی 3 سال دیگر اضافه گردد. نقش زنان در استفاده از تکنولوژی یکی از مسائل بحث مهم بوده که در بین از اینا گفته میشه وقتی که زنان به اینترنت و تکنولوژی دسترسی پیدا میکنن، اونا میتونن در بخش های مختلف نقش بارز را بازی کنن، به خصوص در آموزش، معلومات صحی و اقتصادی و قدرتمند ساختن زنان از طریق معلومات هایی که از طریق دنیا و رسانه های اجتماعی به دسترس اینا قرار میگیره. جیلان ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.